سهارونه او نیک هیله می اومانه ګران دوستانه د ګلونو ډک سهار مو په خیر وی هیله مندم چې سهار مو په ډیر خطوب سره پیل کړی وي همدارنګه دا ورځ مو د انرژي څخه ډک وي او خوشاله چې به همزار زو کاکر د ګلبان د خبرونې د طریقې نه د تاسو د کور میلمانه ما همدارنګه هیر نه کې چې لکه هر ورځ غونډه موږ په خپل خبرونې کې مختلفه برخونه برخې لرو او زما ګران همکار امین جان هم له موږ سره شته چې میلمه هم له ځان سره لري او کومه موضوع چې موږ ټاکړې ده حمزه یا حمزه مکران همکار په هغې باندې له میلمه سره بحث لرو خبرې اترې ورسره لرو او لکه څنګه چې په هره خپرونه کې په لومړي کې موږ یو ښکلی تصویري بسته مو تاسو ته آماده کړې هره ورځ یې درنه شریکوو خو د هغې نه مخکې غواړم چې په یو مهمه موضوع باندې خبره وکړمه یو ښکلی جمله لکه د اخلاق ښایست همیشه کوشش وکړئ چې په ژوند کې ښکلی اخلاق ولرئ ځکه چې زموږ او د تاسې د پیغمبر ده روش ته چې له ټولو سره باید نیک اخلاق ولرو او دا باعث کېږي چې حتی موږ ته د بهشت ښکلی پیغام هم موږ ته راواوروي یعنې وګورئ چې په اسلام کې همدارنګه نیک اخلاق څومره ډیر ارزښت لري چې باید موږ داسې تل خپل روزمره ژوند کې د هغې څخه باید کار واخلو ورنه استفاده وکړو او باید تل کوښښ وکړو چې دغه خبره یا همدا موضوع خپل ماشومانو ته هم ورسوو چې باید هغوی هم دا زده کړي چې نیک خلق یا هم نیک اخلاق څومره زیات ارزښت لري په ژوند کې اگر دوستانو د سهار پایل دی لاړ به شو یو ښکلی تصویر به وګورو یو همبستې تصویرې چې زموږ ګران همکاران تاسو ته چمتو کړي دي دا چې د څه شي په هکله ده راځئ چې یو ځای وګورو او بیرته به راګرځو سیاره مشتری سیاره مشتری پنجمین سیاره نسبت به خورشید است و تقریبا بزرگترین سیاره در منظومه شمسی است. لکه سرخ بزرگ نمادین سیاره مشتری طوفان غول‌پیکر بزرگتر از زمین بوده و صدها سال است که در جریان است. این سیاره دارای چندین حلقه است اما برخلاف حلقه های معروف زحل حلقه های سیاره مشتری بسیار ضعیف بوده و جنس آنها برخلاف حلقه زحل که از یخ ساخته شده متشکل از گرد و غبار است. فاصله زمین تا سیاره مشتری چقدر است؟ از آنجا که هر دو سیاره در یک مسیر بیضوی به دور خورشید حرکت می کنند، فاصله مشتری از زمین دائما در حال تغییر است. هنگامی که این دو سیاره در نزدیکترین نقطه نسبت به یکدیگر قرار دارند، فاصله زمین تا مشتری فقط 588 میلیون کیلومتر است. فاصله این سیاره چنان درخشان است که حتی سیاره زهره یا ناهید در مقایسه با آن کمرنگ به نظر می رسد. مشتری در منظومه شمسی کوتاه‌ترین راه روشن را دارد. یک روز در مشتری فقط حدود 10 ساعت طول می‌کشد و همچنین پیمودن یک دور کامل سیاره مشتری دور خورشید یک سال به وقت مشتری است که آن را جوین می‌نامند. یک سال جوین در حدود 12 سال زمینی است. ترکیب سیاره مشتری شبیه به خورشید و بیشتر از هیدروژن و هلیوم است. در اعماق جو این سیاره فشار و دما افزایش می‌یابد، به گونه ای که گاز هیدروژن تبدیل به مایع می‌شود و بزرگترین اقیانوس منظومه شمسی را در سیاره مشتری تشکیل می‌دهد. در این اقیانوس به جای آب هیدروژن به صورت مایع وجود دارد. مشتری زمان تشکیل شد که بقیه اجزای منظومه شمسی حدود 4.5 میلیارد سال پیش شکل گرفته بود. مشتری بیشترین جرم باقی مانده پس از تشکیل خورشید را دارد و جرم آن بیشتر از دو برابر سایر اجرام منظومه شمسی است. در واقع مشتری ترکیبات یک ستاره را دارد اما رشد آن آنقدر زیاد نبود که بتواند شعله‌ور شود. مشتری به عنوان یک غول گازی سطح واقعی ندارد. این سیاره بیشتر متشکل از گازها و مایعات در حال چرخش است. در حالی که یک فضاپیما جایی برای فرود روی مشتری نخواهد داشت، نمیتواند براحتی بر فراز آن نیز پرواز کند. در حقیقت فشار و درجه حرارت شدید در اعماق سیاره سفینه های فضایی را که میخواهند در فراز این سیاره پرواز کنند، کوچک نموده و ذوب میکند. مشتری با 4 قمر بزرگ و بسیاری از قمرهای کوچک به نوع منظومه شمسی کوچکی را تشکیل میدهد. مشتری دارای 53 قمر میباشد.
بله دوستای عزیز، بازم شما را خوش آمدید میگم و همچنان بسته تصویری زیبا را با هم یک جا تماشا کردیم، با هم یک جا دیدیم که در مورد سیاره مشتری بود البته و همکار خیلی خوبم معلومات زیادی را جمع آوری کرده بودن که برای شما ارائه کردن که در مورد سیاره مشتری بود. دیدین که چند قمر با خود می داشته باشه و همچنان چه چیزای دیگه که ما شما نمیفهمیدیم، معلومات بیشتر در موردش نداشتیم، همکار خیلی خوبم برای شما معرفی کرد و ما هم برای شما بنشد رساندیم. خدا کنه که معلومات شما هم بیشتر شده باشه در مورد این سیاره که چه قسم است، چگونه هست و از آغاز تا فعلا تمامش برتان معرفی کردن. خدا کنه که معلومات شما هم زیاد شده باشه. پس چی خوب است که در این بخش برنامه بریم رفت برگشت کوتاهی داشته باشیم و زود زود برمیگردیم با همکار خیلی خوبم امین جان باشه. اگر خداوند شما را یاری کند شما همیشه پیروز می باشید و اگر خداوند شما را یاری نکند کیست که شما را یاری می کند؟ و همیشه توکل را بر خداوند باید داشته باشید. بسم الله الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. هموطنان عزیز سلام، وقت شما بخیر، انشالله که خوب و صحتمند باشین. شما را خوش آمدید میگم باز هم به برنامه گلبانگ و امیدوار هستم تا پایان برنامه ما را همراه و همگام باشین و انشالله که از داشته های برنامه ما، از محتویات برنامه ما مستفید شوین و تا دو ساعتی که ما در خدمت شما هستیم تا پایان ما را همراه باشین. خیلی خوشحال هستم و خداوند را سپاسگزار هستم که برام یک بار دیگر این فرصت را داد تا در برنامه گلبانگ در خدمت شما باشم. در بخش اول برنامه هم قسمی که شما دیدین پکیج تصویری ما داشتیم و همچنان همکار خوبم آرزو جان بود که در مورد بسته تصویری بر شما معلومات کلی و جامعی داد و در این بخش از برنامه من مهماندار هستم، قسمت الله ساروان، فعال اجتماعی هستم و می‌خوایم بیشتر در رابطه با جوانان و فعالیت‌های ایشان صحبت داشته باشیم. سلام، صبحتان بخیر. ډیر زیات مننه په پیل کې تاسو ته رحمي صاحب، ستاسو درنو همکاران ته، ستاسو له ادرس نه د هیواد ټولو وګړو ته، هغه که په داخل کې دي که خبرې خارج کې دي، سلامونه نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. رب العزت دې چې دغه سار پیل به اله پرنګینې سره کړی اوسي. بخیر و عزت بشید، انشاءالله خوب هستین، حالتان خوب است؟ ډیر زیات تمنه دي، الله حافظ، ستاسو خیر غواړم. شکر شکر، الله را شکر. صبره چګونه آغاز کردین؟ لله الحمد، د تیر په سیر نن یو ځل بیا موږ ښه آغاز کړی ده. دا چې موږ یو ساه اخلو او تازګي اخلو، موږ به تل الحمدلله وایو، دا ځکه چې داسې ډېر خلک دي چې هغوی په بېګني خوب ویده سوي، همسې وفات سوي دي، مختلف د ژوند مشکلات را مخامخ سوي. دا چې الله موږ ته بیا نوی سهار را په نصیب کړي، نو د شکر ځای ده چې پایلې هم ښه ورته ویلی سو. خدا را شکر، خدا را شکر. گاهی اوقات از طرف صبح ورزش هم میکنین یا خیر؟ اوس وخت کې خدای شته ده د لمانځه څخه وروسته زموږ د پوهنتون رسمیت دی، پوهنتون څخه وروسته بیا د مکتب کې تدریس ته، بیا ماسپخین وروسته د خپل کورس یعنی مدیریت ته، چې ټول ورځ مصرف یو ورزش ته دومره خاص اوزګار نه وي، ولې ورزش د روغ صحت ضامن ده، ښه ده چې ورزش وسي. بدون شک سران صاحب، بیاین در رابطه به خودتان یک مقدار بر ما و هموطنان ما بیشتر معلومات بده تا اینکه با خودت بیشتر آشنا شید. ډیر زیات مننه. خپله د ژوند په اوږدو کې دغه د ژوند سلرستم پسرلی ده چې زما تیریږي، په دغه دوران کې د الله تعالی په مرستې سره، د خپل همت او د ځوانانو د مور او پلار په تشویق سره پوهنتون مو تر شپږم سمستر رسولی ده. نو نږدې چې فارغ سو، همچنان مو سره د انګلیسي په برخو کې یعنی یو کال دو کاله مخکې فارغ سوي، چې د ښوونکي په صفت مې دنده اجرا کوو. الله الحمد، یو څه چې هغه زما لپاره د ویاړ ده او زما د خپل مسؤلیت، یو څه چې احساس کوم چې یو څه مې ادا کړی، خو لا به ډېر خدمت کوو. د یو ښوونیز مرکز د یو کورس هغه ده پرانیسته ده، هغې اساس ده چې د هغې بنسټ ډبره ما خپله کېښودله، او بر حاله د یعنی د نیمې ورځې څخه وروسته ماسپخین هغلته پکې تدریس کوو. مختلفې برخې د هیواد بچیان راځي او روزل کېږي، ښوونه روزنه د مختلفو استادانو لخوا نه ورته کېږي. نو فعلاً دغه زما مصروفیت ده او محصل یو په پوهنتون کې، همچنان بعد له وخته د خپل ښوونیز مرکز مدیریت چارې مخته وړم. بسیار عالی. موضوعی را که انتخاب کردین در رابطه با جوانان هست. میخوایم از شما به عنوان مقدمه بشنوم که حالا هر کس از خود یک تعریف مشخص داره از جوان. از دید شما جوان کی است؟ ما با کی گفته میتونیم جوان؟
بالکل زوان یا نوجوان پټول کی کومنګ د اسلامي اړخ نه تعریف کو هغه کسته وای چې هغه د بلوغی تر مرحله رسیدي کلم چې د بالغ کیږي د روجینی سي د ورستر بلی هغه فکر او مسولیت ډیریږي نو د سوار لسکلونو چې کله یو کس پورته کیږي د زوان وای چې هغه د منزل لپاره تاکید پکېږي هغه د ژوند نور چاره دا بد ادا کی اما به د غیر مسلمو هغه تعارف لکه په تفاوت کې دا وای چې زوان هغه کس ته وای چې د دوه عمر لا تلسکلنی څخه پورته سينو دغه ته بیا زوان ویل کیږي نو زوان د چې کوم مسولیت لري احمد صد ان شاء الله دا به ورسته مونږ وایو نو زوان هغه څوک چې عمر له سوال څخه پورته سي د اسلام لاړه تر بلوغیت ورسیږي او د غیر مسلمو لاړه چې عمر تر تلسکلنی پورته سي د مونږ نو جوان یا زوان ویل شي بله به نظر شما در شرایط فعلی در وضعیت فعلی جوانان امروزی کشورمان چقدر نقش بارز و عمده و اساسی را داره در جامعه ما که د ځوان په ارزښت باندې موږ خبرې کوو یا په مسؤلیت باندې کوو یعنی هر سړی دا باید ځان سره وانګیري چې من هیڅ یو ځوان زه باید د ټولنې لپاره خدمت وکړم دا چې ځوان څه وکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي الله کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته وایي خبر در تاسې ټول مسؤول یې تاسې ټول بامسؤلیت یې یعنی دا دویمه برخه کې اول کې تاسو ته مونږ ټول ته وستاسو د یو شپنې مثال لري یعنی لکه یو شپون چې هغه د رمی مسولیت د ټولې رمی مسولیت په غاړه لري داسې یو ځوان هم د خپل رعایت د خپل ټولنې مسولیت په غاړه لري ځکه توګه باندې دار رهبری کې ولی کې بخي مسولیت له ځوان څخه پورته سي د خپل ځان مسؤل ده نو ځوان په ټولنه کې ډیر زیات مهم ده ځوان د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري ځوان په ټولنه کې لکه د هغه اتم کې د هستي حیثیت لري دغه ځوان د چې پرمختګونه کې دغه ځوان د چې ورانای کېږي کچیرته د ځوان خره رهبری وسی ځوان خطو غبندي ذهنت سازي ورته وسی ځوان کول سي سبا د ټولن لپاره د خیر نمونی وګرځيږي اما دغه ځوان کچیرته غلط ورزول سي یعنی د مثال په توګه لاندو کې وایم یو والد صاحب دا یا والده د مورپلار دی اغه د خپل بچی چکل بلوغیت تر رسیدي له دې څخه ورسې د ځنګړتیا د دې پاملرنه ورته ډیره زیاته کی کله هم د بلوغ ته ورسیږي نو پلار یا مور دا دواړه مسؤل دي چې د خپل زوی سارنه وکړي دا له چا سره ګرځي هغه کسان چې د سر ملګري دي دغه اسهان څنګه دي آیا په اسلامي په اسلامي په وطني مینه سنبال دي کنه دوهم دا چې د خپل زوی مونږ تاسو هغه موبایل وګورو ټلیفون وګورو سدا موبایل کې څه ګوري چا سره روابط دي دریم دا چې مونږ د خپل بچیانو کتابونه د هغه هغه ذوقونه مونږ ګورو چې څه سره دي ولیکه په دغه وخت کې مونږ خپل اولاد ته یا مثلا مونږ د خپل ټولنې کورنۍ غړو ته ځوانان ته پام ونکو ممکن هغه د سې ځای کې سبا مونږ ته سرګند چې چاغل ته د خزو تاګ راتګ زیات وسیږي یو رقم غیر مستقیم روزل کیږي ولیکه دلته د ځوان ذهنت سازی مخکې نه سوي د کورین لخوا خ د تشویق سوي په خطو ګرځول سوي نو دغه د نن ځوان چې دا د سبا لپاره سیدا یو پرمختګ د سبا لپاره یو ټکنالوژي د سبا لپاره یو عمده نقطه ده ولی کنن ځوان ته مونږ پاملرنه ونکو سبا ځوان ممکن په ډیر غلط لار باندې رهبری سي ښه خبره ده چې ځوان نقش په ټولنه کې ډیر زیات مهم ده ځوان په خپل کار ته ډیر متوجه وي چې زما کار څه ده یعنی ځوانان لومړی دا چې حقوق الناس ولري د خلکو حق چې کوم داخې ډیر متوجه وسی ته د خلکو حق په مامنې سره د ځوان ذهنن فکرن جسمن ډیر په وده او نمو کې وي ځوان کولای سي چې ډیر څه کې ډیر لوی توپیر راولي ډیر بدلون پکې رامنځته کړي ولی که دلته د ځوان مخکې ذهنت سازي ښه نه وسوي دغه ځوان غلط روزل کېږي غلط کار ترسره کوي دوهم دا چې ځوان د خپل کوم کار چې ده د خپل وخت باندې ادا کړي دغه د ځوان کله چې ټولنه کې موږ د ژوند خبره کوو نو کله چې د خپل کار په خطو غدا کې د یو بل خبره دریم دا چې ځوان په اخلاقی او اسلامي غاڼه باندې سمبالو چې کله چې د ځوان اخلاقی غاڼه سمبال نه وسی هغه په فساد کې اخته کی هغه په نور بد ولا کې اخته کی ځوان ډیر زیات مهم ده او ځوان به د خپل حکومې حق د قوانين ورته وصول اسلام او ټولنې ورکړي هغه ځان باندې مراعات کوي او بل اخره د ټولنه سالمه مختند سلاله سي شما در لابلای صحبتاتون از مسئولیت یاد کردین که جوانان باید مسئولیت پذیر باشن حالا رسالت یک جوان مسئولیت یک جوان در قبال مردمش در قبال جامعه چی میتونه باشه چی ها مسئولیتشان است گوری لندو که اول باید سیوه ما چی اغل لفظن یو کلمه کلمه بایو کما زوان در اسلام لپاره با مسئولیت ده
ځوان د ټولنې لپاره یعنی د حقوقو ناس چې ما مخکې یادولي وکړل، د دې لپاره مسؤلیت لري. ځوان د وطن لپاره مسؤلیت لري. د اسلام لپاره مسؤلیت څه ده؟ غواړم د هغو ځوانانو چې هغه ډېر پاک لمنې پاتې شوي د هغوی مثالونه وړاندې کړم. تا چې ګورې ابراهیم علیه السلام یو ځوان و، د 360 بوتان ختم کړل، ویې وهل په تبر باندې، یو ته یې په غاړه کې د تبر کېښود. چې کله خلک راغله وایده یو ځوان ده زموږ د عقایدو خلاف ده، دا وایده ده کله چې ورته راغوئ تاسې له خپل بوت نه پوښتنه وکړئ. بالاخره هغه د دغه توحید د اسلام د الله تعالی د وحدانیت د توحید لپاره څه وکړو؟ قربانۍ ته غاړه کېښودله. وروستی مثال یې جناب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ذکر کوو، چې هغه کله هم ځوانۍ ته رسیږي، هغه په امین باندې شهرت لري، هغه په صدیق باندې شهرت لري، هغه په ټولنه کې په خیرخواه او خیرخواه باندې شهرت لري. یعنی دغه موږ ته بیا درس داره کوي چې د ځوان مسؤلیت لومړی دا چې د اسلام لپاره ډېر وفادار اوسیږي. هغه څوک چې د رب لپاره وفادار نه شي، د خلکو لپاره به څه وفادار شي؟ یعنی که ځوان چېرته په عقیدوي لحاظ باندې برابر اوسیږي، هغه 5 وخته لمونځ قایم و دایم کړي، همچنان د هېواد چې کومه مینه ده په هغې باندې سنبال اوسیږي، هغه که په سرک وي، هغه که عمومي کارونه وي، د خیر په کارونو کې برخه واخلي، ځوان خپل مسؤلیت ادا کړی دی. ځوان د خلکو خیر و ناس، یعنی خلکو چې سره موږ تاسې ښېګڼې کوو، چې چېرته موږ د خیر کار ګورو، له هغوی سره موږ ښېګڼې وکړو، دا د ځوان مسؤلیت دی چې ادا کړي. بله، در رابطه و مسئولیت های جوانان در جامعه ما دانستیم. حالا میخواییم در رابطه بایی بدانیم که مسئولیت یک حکومت چی از در راستای ای که جوانان را باید تشویق کنه، سرمایه گذاری بالای جوانان صورت بگیره، اما شوربختانه در شرایط فعلی هیچ توجهی اصلا صورت نمیگیره بالای قشر جوان که بدون شک جوانان ستون فقرات یک جامعه را تشکیل میده. حالا مسئولیت های یک حکومت و دولت چی است؟ دیره دا پختنه که چی زوان سوک؟ خو زه بیا بله خبره دا لرم، زما پوښتنه بیا دا ده چې د ځوان لپاره څه څه وي او څه باید وکړو؟ دا خو صحیح ده چې ځوان څه وکړي. ځوان لپاره خو به موږ غرونه غرونه مسؤلیتونه وراسپارو، خو ښه خبره دا ده چې د ځوان لپاره ټولنه څه وکړي، دا ډېر مهم ده. که دغه نظام ده، که تیر نظامونه و، که راتلونکي نظامونه وي، زموږ به یو غږ وي، ښه با جرأته به وي، ښه با همته به وي، نه به په دې کې چا نه وشرمیږي، نه به دې کې چا نه وډار سو. موږ به له خپل حکومته دا چې موږ یې تابعداري کوو، دا چې موږ مثلا د هغې په وړاندې بغاوت نه کوو، موږ داسې یو غږ نه پورته کوو چې مثلا هغه د حکومت په ضد باندې اوسیږي، نو زه د دې حقدار یم چې زه خپل دولت ته، خپل حکومت ته، زه دا ووایم چې زه د یو ځوان په صفت منې، زما مکلفیت دا ده چې کوم دندې تاسې ما ته رسپارې هغه زه ادا کړمه. ولې دوی مسؤلیت لري، یعنی حکومت دا مسؤلیت لري چې د ځوان لپاره سهولت برابر کړي، د ځوان لپاره د کار زمینه سازي برابره کړي. کله چې د ځوان لپاره زمینه سازي نه وي برابر، هغه څه وکړي؟ سوال وکړي. زه داسې ځوانان ډېر ګورم چې هغوی په جومات کې پورته شوي دي، هغوی یعنی زما او ستا په عمر کې دي، باور وکړه چې بالکل د دردونکي حالت ده. هغه وایي هېڅ نهشته، د په نهاره باندې یم. ولې دغه نظام خیر تازه راغلی دی، دوی ورځ تر بلې ښه دي، انشاءالله تر اوسه بد نه دي روان. زموږ بیا هم غږ پیدا ده چې د نوجوانانو یا د ځوانانو لپاره دوی د زمینه سازي د کار لا پسې جدي کړي، لا ګړندي شي، تر څو دغه ځوانان د دغې ټولنې د بلا د تیر حیثیت لري. دغه نظام که چلیږي، که تیر نظامونه چلېدلی دی، همدغه ځوانان تر شا ولاړو. نو که دوی د ځوانانو ښه سپورټ وکړي، ښه ملاتړ وکړي، ښه تشویق وکړي، ډاډ دا ده چې انشاءالله دا ځوانان او دا ټولنه به خپله سالمه مخته ځي. ولې که خدای مکړه دوی لاس ور ناخلی وای چې بس موږ یو نه یو به نه، دوی به دې ته متوجه شي چې من هایسته د دغه حکومت، د دغه رعیت چې زه مسؤلیت لرم، زه د چارو مسؤل یم، زه باید زمینه سازي ورته کوم. کله چې ځوان ته زمینه سازي وکړه، کله چې ځوان تشویق، نو یعنی تاسو وګورئ، مثال یې درته وړاندې کوم، دغه د کرکټ نړیوال جام برحال اوس روان ده. دلته په میدان کې 11 لوبغاړي لوبېږي، نندارچیان په زرهاو ورته ناست دي، از زرهاو کسان هیڅ هم نه کوي، فقط ورته چکچک کوي، همداسې غږ ورته کوي د تشویق. نو ځوان داسې مثال لري، 11 ځوانان د هېواد نمایندګي کوي. دغه ځوانان که چیرته موږ تشویق نه کړو، که موږ یې ورټو، سبا دوی تمرین ښه نسي کولی، سبا د نړیوال جام لپاره ښې لوبې نسي کوی، نو څومره اوس بد زیری سو. ولې که چیرته موږ ورته متوجه سو، مشکل به انشاءالله رپه اوسیږي، او حکومت که زموږ ملاتړی اوسیږي، موږ دغه حکومت ته کار کوو، دغه د حکومت یا د دغه د هېواد بچیان یو. موږ بدون شک که بالای جوانان باید از سرمایه گذاری صورت بگیره، و از همه مهمتر ای که
بالای جوانان اعتماد شود. بدون شک وقتی بالای جوانان ما اعتماد میکنیم حتما پیشرفت میداشته باشیم و پیشرفت در قبال جامعه مردم و در قبال حکومت همچنان پیشرفت میشد. در صورتی که بالای جوانان ما، بالای قشر جوان، بالای کسان که کادر هستند در جوانان ما اعتماد صورت بگیره. و من هم خواهش ما از تمام کسانی که در رأس حکومت است که لطفاً تشویق کنین جوانان ما را، لطفاً دست اونا را بگیرین. اونا ناامید هستند، یک امید و انگیزه برشان بتین. مطمئن هستم که پشیمان نمیشوین. بسیار تشکر از شما، شما سلامت باشین. اگر حرف پیامی داشته باشین خیلی کوتاه شد. مننه ستاسو له دعوت څخه. زما په ټوله کې پیغام د خپل ولس ځوانان ته دغه ده، راځئ وخت دغه ده چې موږ تاسو سالم رقابت وړاندې کړو، وخت دغه ده چې موږ تاسو په سالمه توګه مخ ته ولاړ شو. د ټولنې لپاره، د اسلام لپاره، د وطن لپاره منګولې رابډ وهو. نن زموږ ورځ ده، سبا ته نور ځوانان روان دي. تېر کې ځوانان تېر شوي دي، هغوی موږ ته تاریخ پروت ده، د هغوی موږ ته انرژي پرته ده. هغه ځوانان چې هغوی پرمختګ کړی ده، تاریخ ستایلی دي، انسانیت ستایلی دي، اسلام ستایلی دي، او په ټوله کې بشریت ستایلی دي. نو راځئ چې خپل ټولنې ته، خپل اسلام ته، خپل هیواد ته ژمن سو، او په سالمه توګه سالم رقابت رامنځته کړو، خپل علم ته مخه کړو. دا به زموږ ټولو لپاره په خیر تمام شي. بسیار تشکر از شما، شما سلامت باشین، بخیر و عزت باشین. وطنداران عزیز، تشکری میکنم از شمایی که بیننده برنامه هستین، کسانی که تازه از خواب برخواستین. صبح شما عزیزان یک بار دیگر بخیر باشه. یک رفت و برگشت کوتاه داریم، در ادامه ما را همراه باشین. آرزو جان با شما همچنان هست در بخش بعدی برنامه. زندگی را ورق بزن، زندگی را ورق بزن و هر فصلش را خوب بخوان. با بهار برقص، با تابستان بچرخ، در پاییزش عاشقانه قدم بزن، با زمستان بنشین و چایت را به سلامتی نفسهایت بنوش. بازم سلام و صبح بخیر دوست عزیز، شما را خوش آمدید میگم به برنامه خودتان یعنی گلبانگ، و تشکر میکنم از زمین جان که بخش برنامه خودشان را تقدیمتان کردن و حالا در بخش برنامه خود قرار دارم و یکی از مهمانای عزیز، یکی از استادای عزیز با خود دارم که صحبتای با اینا میداشته باشیم و معرفیشون همچنان میداشته باشیم. سلام استاد، صبحتان بخیر و خوش آمدین. سلامت زنده باشین، صبح شما بخیر، صبح همکارا بخیر و کسانی که بیننده تلویزیون هستن، صبح خیر میگم. امیدوار هستم که لباس عافیت بتن داشته باشین. سلامت باشین، خیلی خوشحال آمدین. در نخست میخوایم که یک معرفی کوتاه از شما داشته باشیم در مورد فعالیتاتون. سلامت باشین، خودم کاملا هستم، استاد در یکی از مکاتب شخصی و بخش کامپیوتر را پیش میبرم. ماشاءالله. فعالیتایی هم که داریم دیگه، بعضی از نوآوری ها و فعالیت های مکتبانه می باشه که او را ما پیش می بریم. بسیار خوب، از معرفی شما خوشحال شدیم. و موضوعی که ما امروز برنامه انتخاب کردیم است که نقش کودک در جامعه چی هست. پس میشه شما یک معرفی داشته باشین که نقش کودک در جامعه چگونه است؟ تشکر. کودک، میایم روی بالای کودک صحبت می کنیم. کودک یکی از تحفه های خداوندی می باشد. بلکل. که در هر خانواده و در هر جامعه آن را داده است، پس ما باید بیشترین فوکس، بیشترین توجه ما بالای کودکان باشد. چون آینده سازان ملت هستند. باید در بخش تعلیم و تربیتشان بسیار زیاد توجه داشته باشیم، ولی متاسفانه در جامعه ما که قرار داریم قدر، یعنی توجه بالای کودکان بیشتر نیست، ولی ما باید بیشتر توجه کنیم بالایشان، بخصوص در بخش تعلیم و تربیت آنها باید بسیار کوشا باشیم. آها، بسیار خوب. شما ازدواج کردید؟ نه خیر. یعنی کودک نداری؟ خب بسیار خب. پس از نظر که شما یک دختر خانم مجرد هستین و طبعا اطفال را که شما تدریس میکنین اطفال هستین که خرد هستن، درست است؟ پس رویه شما چگونه است با اونا؟ رویه خودم شخصا اگه بگویم بسیار با مهر و محبت دوستانه و صمیمی می باشیم و باید هم باشیم، چون اونا نیاز به محبت دارن و در جامعه زندگی میکنن که فکر نکنه مقدر توجه برشان صورت بگیره. پس باید از هر لحاظ با اونها کوشش داشته باشیم. به نظر شما یک دختر خانم یا هم خانمی که ازدواج کردن، رویشان با اطفال برخورد، زمان که برخورد میکنن، تفاوتش چگونه است؟ کدامشان بیشتر میتونن اطفال درک کنن؟ به نظر مادر بیشتر میتونه طفل خود درک کرده با تو نظر به یک شخص مجرد. آها، بسیار خوب. در مورد صنفای درسی تان گفتن که کامپیوتر تدریس میکنن، چقدر شاگرد دارین استاد؟
شاگردای ما نام خدا بسیار زیاد هستن و چون ما صنفای تقویتی داریم، مثلا کامپیوتر لب از چیز هاست که بیشترین فوکس ما بالای آنما می باشد تا که یک چیز جدید را به آنها تدریس کرده بتانیم و یاد بگیرن تا آنها مستفید شد. کدام بخش از کامپیوتر تدریس میکنن؟ بخش پاورپوینت، مایکروسافت، اینا می باشد. بسیار خوب. یعنی از کدام صف باید آغاز بکنن شاگردا که کمپیوتر بخوانن؟ از صف 6 است فکر کنم یا 5 و 4 آغاز. اگر نظر به نصاب معرف بیاییم از صف 7 شروع شده. ولی مکتب ما شخصی است، از صف اول ما بخش کمپیوتر را داریم. چند تا اول نمره دارین دستان؟ هر صف از خود مشخصا یک اول نمره می داشته باشه. آها دقیقاً. خب در مورد تحصیلاتان گفتین که این بخش البته فارغ کامپیوتر ساینس هستین، درست است؟ همطرس؟ بله. خب بسیار خوب. بیشتر اوقات که شما در خانه کار میکنین روی کارهای بیرون از خانه مصروف میشه که کارهای خانه؟ دیگه فرق میکنه، هر دور هم میتونیم پیش ببریم. مثلا از تایم صبح در مکتب تدریس میکنیم، بعدش در یکی از انستیتوت های شخصی محصل هستم و بعدش هم دیگه کارهای خانه. ماشاءالله، یعنی همزمان هم محصل هستین، درس میخوانین و هم یک استاد هستین که به دیگران میاموزین. چیزی که در خود گرفتین و دارین به دیگران میاموزین، واقعا بسیار خیلی خوب است به نظر من. خب در مکتبی که شما تدریس میکنین شاگردان البته مضمون کامپیوتر، کدام تایم است؟ از چند تا چند تدریس میکنین؟ تایم ما از 6:30 صبح شروع میشه الا 12:30 میباشد. روزمره 7 ساعت تدریس میکنیم. بسیار خب. درس های آنلاین هم داریم یا فقط تمامش حضوری؟ درس های آنلاین در نظر گرفتیم برای شاگردای خود، چون اوقدر یعنی بعضی فامیل های هستن که یعنی قدرتشان نمیرسه توانشان دیگه، در نظر داریم انشالله که برابر میشه برشون. به نظر شما در تمام مضامین کامپیوتر مضمون آسان‌تر است یا مشکل‌تر؟ هر مضمون از خود خوبی های خود داره، بخصوص کامپیوتر بخشی است که باید یک آدم به آن دسترسی داشته باشه، چون کارهای روزمره و فعالیت ها رو میتونن با آن انجام بدن. پس به نظر خودم که تدریس میکنم به شیوه پیش میبرم مثل درس های آنلاین میباشه دیگه، فوکس ما بیشتر است چون میخوایم یک چیز خوبتر یاد بگیرن. از کدام روش استفاده میکنین تا اینکه شاگردایی که ذهن نسبتا کنتر داره باید زودتر باید یاد بگیره؟ یعنی این خب فرق میکنه چون درس های عملی است، نظر به کتاب که باید بخوانن حفظ بکنن، درس های عملی است که باید یاد بگیرن بیاموزن، همزمان باید شما ببینید که آیا یاد گرفتن نگرفتن. از کدام شیوه استفاده میکنید؟ شیوه های مختلف است. ما شیوه های گروپی داریم، توضیحی، تشریحی، از این چیزاست. مثلا اول درس تشریح کردیم، میبینیم، یک نظر سنجی میکنیم، صنف فیصدیش معلوم میکنیم کدام شاگرد ما از کدام طریق بهتر یاد میگیره. بعد از او کامپیوتر لب داریم مجهز، میتون درس های عملی خود پیش میبریم، نظر به اینکه اول خودم کار کردم بعدا به طریق نوبتی است که یک شاگرد ما میخواییم و بالاش عملی کار میکنم. پروگرام هایی هم برشان ایجاد کردین که زمانی که اینا یاد گرفتن تشویق بکنه، یک تقدیم نامه برشان جور بکنین، خانواده هایش بخواهین در حضور خانواده و دوستایشان اینا رو تقدیر بکنین؟ بله، از این پروگرام های تقویتی ما بیشتر داریم. مثلا ماهانه یک بار ما یک امتحان میگیریم یا هم هفته وار میباشه که در بازده امتحانات ماهوار ما که است ما مثلا به ظرفیت آنها رو میبینیم کدام شاگرد ما بهتر یاد گرفته، بعدش یک تقدیر نامه و یا ما داریم که او را برشان هدیه میتیم. دقیقاً. ما قبلا سوال کردم که شما ازدواج کردین یا نه، به خاطر اینکه طبعا یک دختر خانم که ازدواج نکرده باشه بیشتری از خوی و خصلت کودک ها رو نمیفهمه. حتما در خانه کودک هست دیگه؟ بله کودک داریم. چی بینه رویه میکنیم با اونو در خانه؟ بعض اوقات کار میشین سرشون؟ خب البته دیگه بعضا کار آدم میایه. دقیقاً، چون اطفال که خب بهترین یا بزرگترین نعمت خداوندی است در خانه. ما شما به هر اون مشکلات که روبرو باشیم زمانی که به خانه برمیگردیم و یک عکس العمل خوبش هم که میبینیم طبعا همون تمام مشکلات فراموش میشه و لبخند اونا رو ما بیشتر متوجه میشیم. لبخند اونا بیشتر در وجود ما به وجود میاره. پس به این اساس سوال کردم که شما زمانی که برمیگردین به خانه، خب حالا شما مادر نیستید، به خانه برمیگردین، طبعا در خانه طفل هست، کودک هست، عکس العمل شما در مقابل اونا چی گونه است؟ باید عکس العمل ما بهتر باشه، خوبتر، دوستانه باشه تا اینکه بفهمم ما زمان خانه آمدم او هم یک حسی خوب بگیره که خب باید باشه. حالا عکس العمل شما چی گونه است؟ عکس العمل دوستانه، رفیقانه است، یک عکس العمل خواهرانه که باید داشته باشیم، از عکس العمل داریم. سلامت باشین، تشکر. خیلی ممنونتان از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و برنامه آمدین. موضوعات مهمی بود که روش صحبت کردیم.
و انشالله که یک مادر خوبم داینده باشین برای سلامت باشین. سلامت باشین. خب تشکر. پیام اگر داشته باشین کامرا در خدمت من. پیام خاصی ندارم، فقط ای که موضوع مادرباری کودک بود، یک شعر میخوایم ارائه کنم. بفرمایید. وی خړ از مکه ورته فرش کاری ویده شی، خړ از مکه ورته فرش کاری ویده شی، دا ماشومتوب و مجب زندگی ده، او په ماشومتوب که مزدورین مجبورین مزدوران شی، د غریب بچی ماشومتوب که بوډاګان شی. بس پیام ما خصوصا از طرف برای دولت ای است که لطفا توجه بیشترشان بالای مشکلات همی کودکان جامعه داشته باشند، چون همی آینده سازان کشور هستند. ډېره زیاته مننه. نو ته چې پښتانه وې خو مخکې به دې ویلي ورا ته. مننه خیر اوسئ، کور مو ودان. ګران دوستانو، تاسو نه هم نړۍ مننه کوم، تاسو د هم کور ودانې چې تر دې دمه پورې له موږ سره وئ. همدارنګه لاړ به شو یو ښکلی تصویري بسته به وګورو چې زموږ همکاران تاسو ته چمتو کړې ده. وروسته له هغې نه لنډه دمه اخلو او بېرته راګرځو زما ګران همکار امین جان سره اوسېږي. بله عزیزان، با شما هستیم در این بخش از برنامه. دو قهرمان، دو ورزشکار خیلی خوب رشته MMA را با خود داریم و بیشتر در رابطه با فعالیت ها و دستاورد های این دو قهرمان با جمشید اکبری و تیم اکبری صحبت می داشته باشیم. اما قبل از همه سلام، صبحتان بخیر. سلام، صبح خودتان بخیر. همچنان جمشید اکبری هستم،
یکی از فایتران MMA. سلام عرض خود ادب دارم تقدیم بینندگان. خیلی خوش آمدی جمشید جان. جمشید جان سلام شد بخیر. سلام خدمت شما. سلام رحمتان و عزیزم که از تلویزیون یک بار تماشا میکنن. تمیم اکبر اسم یکتر از فایتران مبارزات از افغانستان. خودتم خیلی خوش آمدید میگم. صبح چگونه آغاز کردید اینجا؟ خوب صبح. امروز تمرین داشتی؟ ورزش کردی؟ امروز نه نخیر. امروز تمرین نکردی؟ معمولا تمرینات قهرمانات چگونه میباشه؟ تمرینات از صبح تمرین میکنین یا بعد از دیگر؟ بعد از دیگر هم خوب تایم است. صبح صبح بیشتر اوقات من تا جایی که معلومات دارم ورزشکاران رشته MMA بیشترینشان از طرف صبح دوش می داشته باشن به خاطر نفسشان بیشتر قوی شود خواهد باشد. خیلی خوب، خیلی خوب جمشید جان، بیا در مورد خودت ای که از چند سالگی رو به رشته MMA، در کل از چند سالگی رو به رشته مبارزات آزاد یا هم ورزش آوردی، بر ما یک مقدار معلومات بده. ورزش از مدت 8 سال میشه تمرین میکنم. ماشاءالله 5 سال شده، 5 سال شد پولونی تمرین کردیم، 3 سال در روب می آوردیم. رشته اول پهلوانی بود. پهلوانی چند سال؟ 5 سال در رشته فعالیت کردی. چقدر دستاورد داشتی در رشته پهلوانی؟ پهلوانی مسابقه؟ بله، چند مسابقه دادی؟ مسابقه بالونی 11 مسابقه کردیم. مسابقه پهلوانی. کلش برد. ماشاءالله 10 مسابقه پهلوانی دادی و تمامش هم بردی. نام خدا. به نظر خودت یک پهلوان خوب چی میشه که میتونه داشته باشه؟ پهلوان خوب ادب باشه، اخلاق. ماشاءالله. ادب باشه. چقدر باید از فیزیک بالا داشته باشه؟ پهلوانی کلا یک رشته کاملا متفاوت از رشته‌ای است که واقعا سخت و فشرده است، یعنی هر کس هم نمیتونه تمرینات رشته پهلوانی را داشته باشه. در رابطه با تمرینات پهلوانی بگو، تمریناتش چگونه است؟ خب تمرینات پهلوانی تقریبا خب تمرین سعی یعنی متفاوت تمرین خوب است. تکنیک تاکتیک خار بر رشته کمک میکنه. بسیار خب، بدون شک کسانی که MMA کار هست یا هم در رشته مبارزات آزاد فعالیت میکنه باید یک پهلوان خیلی خوب باشه. از فیزیک خیلی خوب برخوردار باشه. اگر پهلوانی ضعیف باشه مطمئن است مطمئنن که نمیتونی پیش بری و نمیتونی مبارزه کنی. تمیم جان خودت در موردت برای ما یک مقدار معلومات بده. خودت چند سال شده رو به رشته MMA آوردی؟ من به مدت 5 سال میشه که MMA تمرین میکنم تحت نظر استاد فهد بدخشی. رشته بوکس ما تحت نظر استاد منصور هوتک پیش میبرم. دو ریکارد پروفشنال دارم، 7 مسابقه آماتور کردیم که یک آماتور باخت میباشه دیگه همش پیروزی میشه. ماشاءالله ماشاءالله. کمربند سازمان BFC هم مربوط خودت میشه. در رابطه با کمربند برام بگو، این مسابقات چه زمانی برگزار شد، در کدام کاتگوری کدام وزن خودت مسابقه دادی بالای کمربند و حریفت کی بود؟ از داخل افغانستان بود یا خارج از افغانستان؟ بله داخلی بود. زحمت بیشتری کشیدم به خاطر کمربند، مدت 2 ماه زحمت بیشتری کشیدم، حریف پرقدرتی داشتم، خوب فایت کردیم. توانستیش در نمره شکست دیدی؟ نه در نکاوتش کردم. نام خدا نکاوت حتما مشت نکاوتش کردم بله. ماشاءالله. در کدام وزن؟ وزن 55 کیلو. 55 کیلوگرام در سازمان BFC. در کل چند مسابقه دادی در MMA؟ 8 مسابقه دادیم، 2 پروفشنال می باشه، 6 آماتور می باشه. این 2 مسابقه تان که پروفشنال بوده آیا ثبت شیرداک هم بوده؟ ثبت شیرداک هم بوده. ما خدا ثبت شیرداک بوده. ماشاءالله ماشاءالله. بیشتر اوقات وقتی در مبارزه در فایت وارد کیچ مسابقات میشی، در کدام سبک خیلی راحت هستی، زمین یا استاده؟ هر دیش در دیش خوب فایت میکنم، زمینم خوب فایت میکنم، استادم. بیشتر مهارت کدامش داری، بوکس یا پهلوانی؟ پهلوانی مهارت. پهلوانی. رشته اول خودت هم نه که پهلوانی بود. بله. نه خدا نه خدا. در رابطه با ای بگوین که پلان های آینده چی است؟ مسابقه آینده خودت تمیم جان چی وقت است؟ با کی است؟ در کدام سازمان است؟ مسابقه آینده من در سازمان BFC، در این سازمان کمربندش از آن خودم است. در سازمان BFC با یکی از حریفان پاکستانی میخوایم پیروز شم، بیرق پرچم مرا بکنم. در داخل افغانستان است؟ بله. بسیار خوب. تا حالا مسابقات بیرون مرزی هم داشتی؟ نه خیر. هیچ مسابقه ای نداشتی؟ نه نه خیر. بسیار عالی بسیار عالی. و چه فکر میکنی حریف پاکستانی را شکست داده میتونی؟ خب الحمدلله باش ببینم چی میشه. خب تمامش بستگی به خودت داره که چقدر زحمت بکشی، چقدر زمان داری، چقدر وقت داری.
وقت یک دو ماه وقت داریم. دو ماه وقت داریم. مطمئنن که بالای زحمت بکشید. هر کسی که زحمت بیشتر ببینه نتیجه شمو ببینه. بدون شک، بدون شک تمریناتت فشرده باشه. مطمئنن که نتیجه میگیری و حریف پاکستانیت را شکست میدی. جمشید جان، به نظر خودت حریفای خودت هم مسابقات بیرون مرزی داشتی؟ یک دو هفته پیش مسابقه این بود دولت ایران با یک حریفای قدرت ایرانی دانستم در اون اول زد میشن، بسیشونم تسلیمش نبودم، زد میشن قلف. ماشاءالله ماشاءالله. یکی از بهترین فایترهای ایرانی بود، دو افغان مارم شکست داده بود در خاک خودشان ایران. این مسابقات در داخل افغانستان بود، مسابقات بیرون مرزی خودت نرفتی؟ نه نرفتم. بله، حالا در رابطه با این بگو که ورزشکاران کشورهای همسایه ما مانند ایران و پاکستان چگونه است؟ سطح ورزش البته در افغانستان بلند است یا در او کشورها؟ دیگه افغانستان خوب است. افغانستان خوب است؟ کشور پاکستان هم خوب است، ایران هم. چگونه بود حریف ایرانی؟ حریف ایرانی خوب پرقدرت بود، دست پایکار. دست پایکار بود؟ دیگه کیک بوکسر بود. خود در زمین رو بردی شکست؟ در زمین، در زمین بردمش، دمره و نول سانه سیم نکاوتش کرد. خودت هم بیشتر دیگه در پهلوانی مهارت داری؟ پهلوانی. بسیار عالی. الگوی جمشید کی است در این رشته؟ الگویم خودم هستم. خودم میخوایم خودم قهرمان شم که مردم سر مختار افتخار کنن. حالا چی انگیزه باعث شد که خودت رو آوردی خیلی به این رشته ورزشی؟ بعضی ورزشکاران رو وقتی من میپرسم میگم ما بیشتر اوقات فایت های مبارزین نام آشنای دنیای MMA رو میدیدیم و از اونا الگوبرداری میکردیم، بعدش رو آوردیم به این رشته. خودت چی انگیزه باعث شد که رو آوردی؟ من نصرت اخبار است. نصرت فایتر خوب کشور ما در UFC است. بله بله. دیگه خودت الگوبرداری از نصرت حق پرست؟ از نصرت حق پرست. بسیار عالی. نگفتن اما نکن نصرت حق پرست، یکی از قهرمان های خیلی خوب کشور عزیزمان افغانستان هست که در بزرگترین سازمان دنیا که بدون شک سازمان UFC است فایت میکنه و در حال حاضر همچنان در سازمان فعالیت داره و برشان آرزوی موفقیت دارم. انشالله که همیشه بدرخشه. بسیار تشکر جمشید جان، تمیم جان. الگوی خودت کی از دایی رشته؟ الگوی من خودم میخوایم الگوی شم با مردمم، لبخند برم داره با مردمم. الگوی خاص ندارم. الگوی هیچ کس انتخاب نکردی؟ بله. بسیار عالی بسیار عالی. خودت میخوایی که الگو شوی برای جوانان؟ برای جوانان. گاهی اوقات تمیم خودت در فامیل در اوایل وقتی رو آوردی به این رشته، وقتی مبارزه میکردی در اون اولین مسابقه، کسی نمیگفت که این رشته را چرا انتخاب کردی؟ رشته خشنی است، رشته است که ریسک خیلی زیاد داره، اوگار نشی. فامیل کسی ممانعت نمیکرد؟ ممانعت بود دیگه. خب رشته خشنی است، خب اما انگیزه خودم است. اما شوق علاقه؟ شوق علاقه خودم است. شوق علاقه بود که امروز صاحب یک کمربند هستی و در رابطه با این مدالا بگو، این مدالا مربوط کی میشه؟ مدالا مربوط ما هم است، مربوط دمی جانم. و این هم در مسابقات گرفتین؟ آه در مسابقات که برنده شدین. بسیار خوب. و حکم های قهرمانی یا هم تقدیرنامه ها هم تمامش مربوطه اردوی شما میشه؟ بسیار خوب بسیار خوب. بر ما نگفتی که الگویت کی است تمیم؟ الگوی؟ یا گفتی خودت الگو میخوایی شدید؟ گاهی اوقات از ورزشت سوء استفاده هم کردی؟ نه خیر. هیچ گاهی؟ اگر در یک موقعیت قرار بگیری که مجبور شوی سوء استفاده کنی، استفاده میکنی؟ بله، یا همچون موقعیت نمیشه دیگه که استفاده نکنی. ورزشکارهای رشته MMA به نظر جمشید میخوای میره از جمشید بپرسم که چقدر باید با حوصله باشن، چقدر باید اخلاق ورزشی داشته باشن؟ یک ورزشکار باید بسیار اخلاق ورزشی داشته باشه، احترام خورد کلان باید بسیار حوصله داشته باشه و از ورزش خود استفاده کنه؟ استفاده نکنه باید. نکنه هیچ گاهی. انشالله ورزشکاران رشته های مختلف، بلخصوص ورزشکاران که در رشته های رزمی مبارزه میکنن، فعالیت میکنن، ورزش میکنن، هیچگاهی توصیه ما به عنوان یک برادر کوچکی است که هیچگاهی از ورزشتان سوی استفاده نکنین و همیشه وقت شکسته باشین. بدون شک وقت شکسته باشی خداوند کسانی را دوست داره که شکسته هست، نه کسانی که غرور داره و تکبر داره. خیلی تشکر از هر دوی شما قهرمانای عزیز. انشالله که همیشه بدرخشین، همیشه در میادین ملی و بین المللی شاید درخشش هر دوی شما باشه. اگر هر پیامی داشته باشی جمشید جان، از خودت شروع میکنیم. پیام ما به ورزشکارا افغانستان اینه، ورزش کنه، بهترین چیز ورزش است.
سلامت باشه. سلامت باشه. خیلی تشکر. سلامت باشه. تمیم جان خودت هم برای ما یک پیام بده برای امید از نوجوانانی که ورزش نمیکنند و به امید از نوجوانانی که ورزش میکنند در پهلوی ورزش از مواد مخدر استفاده میکنند. ورزش بالخصوص تعلیم کنن، تدریس کنن، ورزش باید کنن، باید ورزش کنن که یک افتخارات کسب کنن و افغانستان و کشور ما پرچم را بالا کنن. و الگوی چقدر الگوی خوب است تمیم جان ما را ورزشکار باشین، در پهلوی ورزش درس بخونین، از مواد مخدر، از چیزهایی که مواردی که بر بدنتان ضرر میرسانه دوری کنین، جلوگیری کنین و همیشه با خدا باشین، مطمئنن که در زندگی موفق میشین. خیلی تشکر از هر دوی شما قهرمان عزیز، سلامت باشین شما. هموطنان عزیز تشکری میکنم از همه شمایی که بیننده برنامه گلبانگ هستین. یک بار دیگه از صبح عزیزانی که تازه از خواب برخیستین و کسانی که تازه به جمع ما پایو هستن، صبحتان بخیر باشه. یک میان برنامه کوتاه داریم در ادامه با همکار خوبم نظیمه جان باشید. صبح‌ها را بخوانیم بر باور طلوع مهربانی‌ها و نفس بکشیم بر هوای دوست داشتن‌ها. صبحتان مجدداً بخیر عزیزانم، دوباره برگشتیم در برنامه خوب گلبانگ هستیم. باز هم میزبان شما در این بخش من نظیمه میرزاد هستم، در بخش همروز قرار داریم. همروز ما همچنان قسمی که میدانین ما در همروز به اتفاقات و رویدادهای تاریخی و گذشته میپردازیم. خوشبختانه امروز همچنان خبرهای خوبی را براتان آماده ساختیم. میریم همراه میشیم روی بسته تصویری و با هم یک جا میبینیم که امروز چه اتفاقات و رویدادهایی در گذشته اتفاق افتاده و با ما همراه باشین، دوباره برمیگردیم. رویدادهای تاریخی سه‌شنبه 15 جوزا، اولین فارغان مکتب هوانوردی ملکی افغانستان. در آن زمان در چنین روز ریاست هوانوردی کشور برای تربیت نیروهای فنی که بتواند با سیستم‌های مخابراتی و ترافیک هوایی کار کنند، مکتب هوانوردی ملکی را در کابل و قندهار تأسیس کرد. اولین گروه فارغ التحصیلان این مکتب در تاریخ 15 جوزای سال 1342 هجری شمسی به عنوان کارمندان فنی در شعبات مختلف ریاست هوایی ملکی و میدان هوایی به کار مشغول شدند. پرواز بالون برای اولین بار. طبق آخرین اطلاعات به دست آمده در سال 1783 میلادی نخستین بار انسان موفق به پرواز شد. این پرواز با وسیله یک بالون که توسط برادران مونت گولفیر ساخته شده بود به پرواز درآمد که موفق شد فاصله 8 کیلومتر را در حین پرواز بپیماید و مواد سوخت آن در آن زمان چوب بود. بالون مذکور در اولین پرواز خود در حالی که به وسیله تناب به زمین مهار شده بود، نهایتاً تا ارتفاع 26 متری پرواز کرد. روز جهانی محیط زیست، 5 ماه جون برابر با 15 جوزا، هر سال روزی است که از سوی سازمان ملل برای افزایش آگاهی مردم برای نگهداری محیط زیست و مقابله با تخریب محیط زیست و حفظ تمام زندگان ها به عنوان روز محیط زیست انتخاب شده است. تاریخچه این روز به سال 1972 میلادی، یعنی 51 سال پیش برمیگردد که در آن سال برای اولین بار سازمان ملل متحد کنفرانسی را با موضوع انسان و محیط زیست در شهر استکهلم سویدن برگزار کرد. هدف از برگزاری این روز جلوگیری از روند روزافزون آلودگی محیط زیست که می تواند در آینده مشکلات جدی را برای بشریت ایجاد کند. اتفاقهای چهارشنبه در تطابق با 16 جوزا. در گذشت علامه صلاح الدین سلجوقی. صلاح الدین سلجوقی فرزند مفتی سراج الدین در شهر هرات زاده شد
وی شاعر، دانشمند، فیلسوف و دولتمرد افغانستان بود. علامه سلجوقی از جوانی با چون و چراهای فلسفی آمیخته بود و همچنان در آموختن فلسفه نیز تا سرحد کمال کوشید تا استاد فلسفه، الهیات و ماورالطبیعه شد. علامه سلجوقی یک فیلسوف اسلامی بود که عقیده انحرافی نداشت و بهترین اثر وی محمد در طفلی و شیرخوارگی است که وقت انسان این کتاب را مطالعه نماید درک می کند که او چقدر عشق و علاقه به اسلام داشته است و تا چه اندازه به مبادی اسلام باورمند بوده است. تأسیس کمیسیون حقوق بشر در افغانستان. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نهاد ملی حقوق بشر است که به ارتقای حفاظت و نظارت بر حقوق بشر و بررسی نقض حقوق بشر اختصاص داده شده. این کمیسیون در کابل به اساس فرمان رئیس اداره موقت در 10 ماه جوزای سال 2002 میلادی تأسیس شد. و همچنان فردا پنجشنبه مصادف است با وفات سید محمد عبدالرؤوف فقیری، نویسنده، روزنامه‌نگار و مدیر آژانس باختر هرات. از درگذشت مرحوم استاد سید عبدالرؤوف فقیری 20 سال می‌گذرد. نویسنده و روزنامه‌نگاری که هیچگاه فروتنی را کنار نگذاشت و با گام‌های استوار کتاب نوشت و در حوزه تاریخ و ادبیات کار نمود. فقیری در بازگشایی انجمن ادبی هرات نقش کلیدی را بازی نمود. استاد فقیری مطالعات گسترده پیرامون تاریخ هرات انجام داد و کتاب تحلیلی در این مورد همچنان نگاشته است. استاد فقیری بیشتر از 30 سال در مطبوعات و عرصه‌های مختلف فرهنگی با شور و شوق زیاده کار کرد و سالهای متوالی به صفت مدیر و نماینده آژانس باختر در هرات عملاً کار کرده و در این بخش ها درایت و ابتکارات زیادی داشته است. عزیزانم برگشتیم. طوری که در بسته تصویری دیدیم، امروز همچنان خبرهای خیلی خوب و جالب را ما آماده ساخته بودم و همچنان تقدیمتان کردیم. از او جمله یکی هم جالب برام این بود که بر اولین بار بالون ساخته شده بود و ایره برادران مونت گولفر ساخته بودند در اون زمان که از مواد سوختش چوب استفاده میشد، ولی خوشبختانه فعلا که ما میبینیم در طی سالیان بعدی انکشاف یافته و فعلا هم بالون های خیلی زیبا و مقبول با رنگ آمیزی های قشنگ در دنیا وجود داره که ما زمانی که میخوان به یک مناظر خیلی زیبا سفر بکنن و دیدن بکنن از این بالون ها استفاده میکنن و میتونن که اون مناظر بهتر ببینن و فعلا از انواع گازهای مختلف مثل هیدروژن و هلیوم استفاده میشه که اونا بلد هستن چطور استفاده بکنن. و خبر خیلی مهم دیگه را که ما امروز داشتیم، هفته جهانی محیط زیست هست. طوری که همه ما آگاه هستیم، محیط زیست و حفاظت از محیط زیست نه تنها در افغانستان بلکه در جهان موضوع مطرح و قابل بحث است، چون اگر زمینی که ما در او حیات را تشکیل دادیم وجود نداشته باشه و به چالش کشیده و دقیقا ما همچنان با مشکلات زیاد مواجه خواهد شدیم. از این رو هم ما بکشیم که تا بتانیم یک محیط آری از آلودگی داشته باشیم، بر ای که ما امروز فرداها و برای نسلهای آینده زمین را جای خوب بسازیم. ما مکلف هستیم، رسالت و مسئولیت داریم که از زمین خوب نگهداری بکنیم. قسمی که ما همچنان شاهد هستیم، امروز همچنان در افغانستان هوا خیلی رو به گرمی است و همچنان در بسیاری از کشورهای دیگه همچنان همطور بوده. به این لحاظ نیاز است که ما بیشتر آبها را هدر نتیم، بر پاکی و صفایی محیط خود بیفزاییم، چون که نه تنها یک روز نمادین نباشه بلکه ما بتانیم استفاده مفیدتر و بهتر بکنیم برای آینده های ما همچنان. و همچنان جا دار تشکری بکنم از شما همه عزیزانم که همروز را دوست دارین. ممنون از پیام ها و نظریات نیکتان در این بخش که تا ما بتانم بیشتر انگیزه داشته باشم و خبرهای بهتر را خدمت شما تقدیم بکنم. بخش امروز همچنان همینجا محتویاتش به پایان میرسه. ممنون از اینکه همراه ما بودین و تا پایان مرا همراهی کردین. در بخش بعدی همکار بسیار خوبم آرزو جان با تفلک‌های نهایت قندل و شیرین که وقت تر آمده بودن و آماده هستند در حضور شما خواد بودن. پس از یک رفت برگشت کوتاه با همکارم آرزو جان باشین.
بازم شما را خوش آمدید میگم و تشکر میکنم از همکار خیلی خوبم که بخش برنامه خود تقدیم شما کردم و حالا ما با اطفال خیلی قندول در این بخش برنامه قرار دارم که با اینا صحبت های میداشته باشیم. سلام قندولک ها، صبحتان بخیر، بخیر آمدین؟ بله. بسیار خوب، نامک خودت چیست؟ سارا. سارا جان، بده مایک بسنفید. نام خودت؟ سبحان. سبحان جان، شما؟ سید بشیر. بلندتر؟ سید بشیر. آها، و خودت؟ اسم مشاجمه جسته. اسم مشاجمه جسته. بسیار خوب، با برنامه چی تو فاورده؟ خندولکا؟ با برنامه کلمه. بسیار خوب، و خودت سارا جان؟ ترانه. خب ترانه ده بخون؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ترانه مدینه، مدینه است خواهد در زنده و حالا را درزم، جل و غلا را درزم، کمی ملی کمی شر نبی صلو اللہ را درزم، جل و غلا را درزم، حال تمی کلی دی جانان دی، حال تا صدیق و مر عثمان دی، حال تمی کلی دی جانان دے آلتا صدیق عمر عثمان دے مدینہ ساخوتا درزم دیو خود غل را درزم جل و غل را درزم کمی ملے کمی شری نبی صلو اللہ را درزم جل و غل را درزم. دیر خیستا، دیر علی، مانند کام دتا سدوار کلو ما شما نتخه و شما دتا چی توفه دارین؟ ترانه شکریم. خب بخوانین ترانه تانه. بسیار مقبول، یک پیام بسیار خوب آن بود که طفلا باید میوه ناشسته نخورن. شما میوه ناشسته گاهی خوردین؟ مریض هم شدین حتما؟ نه. خوردین؟ نه خیلی، ناشسته نخوردین. آفرین، بسیار خوب. خب، سنف چند هستین شما؟ من؟ من سنف پنج هستم. سنف پنج، و خودت؟ سنف دو. عثمان جان خودت؟ سنف چند هستی؟ خب، کدام توفی دیگام دارین سارا جان؟ سنف چند هست خودت؟ کنم توفی دیگام داری؟ پس بخوان مایک بگی؟ اعوذ بالله من شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ترنه بابا بابای خوب ناسم، عزیز دل نوازم، تو نعمت خدایی، تو خوب بابا پای قرآن پاک روشن، گفته از تو با من عرف تو دهنه گوش من. بسیار مقبول، تشکر. پدر کلان جان تت من زیاد دوست داری همون ترس؟ خب بسیار خوب، تشکر قندولک ها، از هر چهارتان موفق باشین، همیشه کامیاب باشین و اول نمره باشین. تشکر میکنم از شما. گران دوستان و دتاسن هم یوان علی منه نکام چه تر دیده و لمونگ سره و یوزمونگ دخپران و برخی به ولیدی یو زای ما تعقیب کرده. پس لر بشو لنده دمه با وخلو او بیت برگرز دی گلبان استیدیو تن لهم کار سر میوسید. بازم شما را خوش آمدید میگم به ادامه برنامه گلبانگ و در بخش پایانی برنامه قرار داریم و خوشبختانه افتخار حضور یک جوان موفق، یک جوان فعال که همچنان یک خبرنگار هم هستند، ژورنالیست موفق هستند را دعوت کردیم و بیشتر میخواییم در رابطه با افکار منفی صحبت داشته باشیم با جناب عطاءالله وردک. سلام، صبحتان بخیر. علیکم سلام، تاسو ته د دیاک تلویزیون ټول لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هله د چي اوسه خص هر به پر کړوسی او خوشاله يم چې تاسو سره په خبرونه کې ملمایم. به خیر او عزت بشید. صبر چګونه آغاز کردین؟ ولا سر خو هر انسان باید د کوخ ته وکړي چې نوی تحولات، نوی داسې یو سهار پیل کړي ترسو په ژوند کې تغیرات راولي. بله، نو ما هم دا کوشش کړی چې باید داسې یو سهار پیل کړم چې ترسو ژوند کې تغیرات راشي او ښه سهار مې پیل کړل. برعکس موضوعی را که انتخاب کردیم تا صحبت داشته باشیم رویش در رابطه با افکار منفی هست.
یکی از مشکلات و یکی از معضلاتی که خیلی از هموطنان ما دچار شد همین دید منفی هست که به هر چیز دید منفی دارن، مثبت اندیش نیستن. حالا میخوایم از شما به عنوان مقدمه صحبت های ما بدانم که افکار منفی چی است. واقعا دغه منفی افکار چې دی دا د انسان په ذهن کې خطر کوي. نو کچیرته په سریر ساتونه کې یو انسان 80% منفی افکار کوي او 20% د هغه مثبت، نو منفی افکار هغه دی چې دی د انسان ذهن هغه د دې دغه وختنه ته نه پرېږدي. نو منفی افکار همیشه د کوشش کوي ترسو ذهن د دوی انسان د ذهن په کنټرول کې شي، نه ذهن د انسان په کنټرول کې. نو په هغه حساب کې دا ذهن په انسان باندې بدل کیږي چې انسان داسې کوي لکه د یو حسب مثال ورکي. که چېرته مونږ خپل د ذهن کنټرول ولرو نو فکر وکړو چې مونږ حسب رسۍ په لاس کې اخیستی، او که چېرته چې ذهن مو په کنټرول کې نه اوسي نو فکر وکړو چې حسب ده که چېرته وغورځولی غورځوي دي. نو اکثرت خلک په ټولنه کې چې اوسي هغوی همیشه کوشش دا کوي چې بلخصوص په اطرافي سیمو کې او بلخصوص په هغه ځایونو کې چې هلته د مدنیت د ښاري ژوند څخه لرې اوسي هغوی منفي فکرونه کوي. بلخصوص په دې کې بیا رول مهم چې لري هغه د کلي مخاور مشران دي، کورنۍ غړي دي، مور ده، پلار ده. نو کله چې منفي فکرونه انسان ته مخ کېږي غم ده. کله که په انسان باندې غم راغی نو انسان ډیر کوشش دا کوي ترسو هغه خیالات کې غرق کیږي، هغه منفي افکار کې نو مثبت افکار چې نشي کولای نشي ځان کنټرول کړي. حالا چگونه میتونیم که افکار منفی خود را به افکار مثبت تبدیل کنیم یا هم افکار منفی خود را کلا حذف کنیم از ذهن ما؟ نو منفی افکار خود په کلا کې نشو حذف کولای ځکه چې هغه د انسان د اجتماع سره په موږ کوم اجتماع کې ژوند کوو دغه سره تړلې دي. نو کچیرته موږ غواړو چې منفی افکار مثبت ته وړو هغه څو مقدماتي خبرې دي چې هغه انسان عملي کړي خو هغه کار غواړي. کچیرته کار ورته ونه کړي نو فکر نه کوم چې هغه په ځونه په اسانۍ باندې سلسله. لومړی دا ده چې کومه خلک چې سواد لري هغه اوس کولای شي یوټیوب چې دا اوس تقریبا نیمه نړۍ ده نو کولای شي د یوټیوب څخه هغه زده کړي وکړي څنګه کولای شو منفي افکار مثبت ته وړو. هغه سي سیمینارونو کې ګډون وکړي ورسره منظم تمرین وکړي. منګه د منظم تمرین په هیڅ اوس موږ بخپله کې د خلکو د پښتونان په دغه وختونو کې ډیر د منفي فکرونو سره مخامخ شوی دي. موږ ورته منظم دغه د سپورت په برخه کې د موږ یو لیگ جوړ کړی دی د کرکټ ډي اس ال دانشمن سوپر لیگ په کابل چکردار کې. اوس ټول ځوانان په ماغه باندې بوخ دي. څومره چې انسان مصروف اوسي څومره چې انسان مصروف اوسي هغه نه منفي افکار په تاثیر نه کوي. نو کچیرته کولای شي نو خپل هغه فزیکی حالت هم تغیر کړي، نو مطالعه دی وکړي، ځان دی مصروف اوسي. بل او بل د کامیابی راز په دې کې دی چې باید کچیرته غواړي چې د منفي افکار څخه لرې اوسي نو تاسو کولای شي چې اجتماعي خوې ځان کې پیدا کړئ، خلکو سره رفت آمد وکړئ، راشو درشو وکړئ، مړه ژوندۍ وکړئ ترڅو خلکو سره مخته شي او د منفي افکار ته غونه ځای ورکړئ. حالا در رابطه با عوامل صحبت میکنیم، بعد میریم روی ای که چگونه میتونیم مدیریت کنیم. کدام عوامل باعث میشه که افکار منفی در ذهن ما خطور کنه؟ عوامل خو ډیر دي. عوامل خو ډیر دي. یو خداله چې اوس په دې وختونو کې یو په تحولات په افغانستان کې راغلل، په غیر دین شته حالات په افغانستان کې ډیر ناخواله وي. بل د ځوانان دي، ځوانان دغه یو هغه ځوانان چې په خارج کې ژوند کوي نو هغه داسې یو کدي فکر اوسې د سوشل میډیا کې دوی ویډیوګانې پورته کوي نو چې هغه موږ دغه ځوانانو د ژوند دغه سره داسې لوبې کول دي. نو فرض کړه داسې وای چې هغه داسې ویډیوګانې پورته کوي چې هغه دغه د چکم ځوانان دي دوی د دې د ژوند نه مایسکی. لمړی بل دوه اندره چې کاری زمينه د هټول لوې ستونزې چې کاری زمينه نشته په افغانستان کې شته ده خو ډیر محدود ده. نو کچیرته دغه ځوان وش کول خپل د مغز څخه استفاده وکړي، مغز کولای شي یو انسان یو ځای ته ورسي. هر کار د صفر څخه شروع کیږي، داسې نشي کولای کچیرته موږ وایو چې یو انسان پورته خاطر شي. په ټول ژوند کې لمړنۍ ګام اخیستل ډیر سخت دي. نو چې لمړی ګام دی واخستو نو ته کولای شي چې هر څه وکړي. ما خپل د پانتون په دوره کې ما ډیر سونځي ولیدلې. نو اول پانتون دوره کې ځکه چې زما پلار نو نو په هغه سونځو زو سره مخامخ وم نو ما وشه کولای خپل هغه خپل اندازه او خپل خدای پاک ما ته توفیق دا پر برخه ک چې ما وشه کولای خپل هغه تحصیلي دوره پای ته ورسوم. نو بیکاری، فقر، لوګه، بی باوري دا هغه څه چې عمل دی انسان منفی افکار ته زیابل خصوص وځ په ځوانانه کې دغه
نوی زوانان چې په افغانستان کې کی زوانیږي دغه په دغه د کلي کورونه کې چې اوسي داسې محیط ماحول کې کینی لکه د سپینګرو سره مشران سره دوی ته ټول نامې دی خبرې کې بدون شک محیط ماحول خیلی نقش اساسی را داره روی ای که ما چقدر دیدمون مثبت باشه یا هم چقدر دیدمون منفی باشه. خیلی تشکر، سپاسگزار. فقط یک سوال به عنوان صحبت‌های اخیر و به عنوان جنبندی می‌خوام اینو بدانم که چگونه می‌تونیم مدیریت داشته باشیم بالای افکار منفی خود و اگر مدیریت نشه پیامدهای افکار منفی چیا میتونه باشه؟ بسیار کوتاه. بالکل، ما اگر کچرت منګه وغواړو چې خپل د ذهن مدیریت کړو نو ډیر اسانه لارې هم شته. مخکې ما دا ونه کړ چې زمون جمشید استاد جمشید رسا چې هر څو ګرته په هر فازر ته پېسبګي د نور هم روانشناسان په ټول لیکلري هغه سیمینارونه ورکي دا سمزمت سیمینارونه ورکي هغه کوشش همیشه دی انسان کوشش دا وکړي کوشش دا وکړي چې ځان مصروف اوسي چې څومره انسان مصروف اوسي څومره انسان په یو کار کې مصروف اوسي خیر کړي اېد من لري خو باید چې مصروف اوسه که چې ذهن دې ورسره مصروف شي بل فزیکی کارونه دې تر څنګ یو منظم ورزش ته مخه کړی ورزش دې سره بیا د ټولنیز ژوند ته باید مخه ورکړي که چېرته د منظم ورزش خلکو سره کړو وړو نه لري نو تاسو منفي افکار دونه تاثیر کوي چې تر څو ته بیا په داسې ټولنه کې چې تاسو منفي افکار تاثیر وکړي نو ته خلکو ته په چاپیریال د پتور آینه کې ګوري یعنی تاسو داسې خلک ټول ټولنه خلک داسې معلومیږي لکه تخې هغه بد دي نو رابرت بیک چې هم وایي چې انسان په درې حالاتو کې ستونزې سره مخامخ کیږي اغه دره چې اول ځان سره خود دښمنی پیدا کی بیر ټولنه سره بیا دراتونکو سره دښمنی پیدا کی. بسیار تشکر از شما، شما سلامت باشین، بخیر عزت باشین. وطنداران عزیز تشکری میکنم قلبا از همه شماهایی که بیننده برنامه زیبای گلبانگ همه روزه هستید و همیشه وقت ما را حمایت میکنید. اگر شما هم موضوعات مختلف را دوست دارین که در برنامه ما جایگزین کنیم به شماره واتساپ که امی لحظه روی اسکرین های تلویزیونتان بیننده هستین به شماره واتساپ پیام بونین. حتما همکاران ما شما را دعوت میکنم و روی موضوعاتی که میخواین صحبت داشته باشین ما همچنان کوشش میکنیم که از امو طبقه هم دعوت داشته باشیم و روی امو موضوعات بحث داشته باشیم. تا اینکه فردا ما امین رحیمی در برنامه در خدمت شما حاضر میشم، شما را به الله منان میسپارم. جای نرین، برنامه ادامه داره، مطابقی برنامه را با همکار خوبم آرزو جان باشید. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير صدق الله خلیص. بسیار زیاد تشکر، بسیار زیاد مقبول. دوست عزیز بازم شما را خوش آمدید میگم و خیلی خوشحال هستم که تا این بخش برنامه ما را همراهی کردین و همچنان قسمی که میبینید ما شاگردای زیادی را اینجا خواستیم که تمامشان با استعداد هستن و با اینا معرفی میشیم. سلام قندولکم، خوب هستین؟ سلام عرض میکنم به شما، سلام به تمام کسانی که مدرس شما. نامکت مرتضی سمندری، متعلم صنف هفتم لیسه خصوصی طلوع دانش نمبر 2. تشکر میکنم از شما که ما را دعوت کردید. تشکر از خودت، سلامت باشی. و خودت سلام به شما و کسایی که ما را از پشت پرده تلویزیون یک بینده هستن. من عبدالمصور شریفی، متعلم صنف هفتم مکتب تلویزیون. مصور جان خوش آمدی. بس این دیگه مایک بتایی. سلام خدمت شما و تمام بینندگان تلویزیون یک، انشالله که خوب باشین، زنده باشین. من مرتضی هستم. بسیار خوب مرتضی جان، بتایی بس این فیت مایک. خدا کت؟ نامه که چیز خندون؟
یسرا. یسرا جان خب سمت چند هستی؟ سمت اول. سمت اول. بس سمت مایکلتی؟ سلام عرض میکنم خدمت علیکم شما. سلام خدمت بینندگان عزیز، بینندگان عزیز که ما را از پشت پرده تلویزیون یک تماشا میکنن. مستم اسرا فرید، متعلم صنف سوم مکتب خصوصی طلوع دانش. سپاس بزرگ از این که ما را به برنامه خودتان در تشکر بسیار زیاد تشکر میکنم از همه شما. معرفی شدیم با همتان و قسمی که دوستا هم میبینن میز ما پر از زیبایی های کپای شما است. این کپ از کدامتان است؟ از تمامتان است؟ تمامتان دهی شریک هستین یا ای که از یک نفر است؟ شریک هستیم. خب میشه که گپ بزنید که کپ در کجا گرفتین؟ صحبت کنید ریش معلومات بتین؟ مکتب خودم طلوع دانش نمبر دو گرفتیم. به اساس چی؟ به اساس وقتی کمی امتحانا بعد از امتحانا یه پارچه که میدن. بسیار خب ماشاءالله. و خودت کپ به خاطر چی گرفتی؟ سنفیت. ما با یه خاطر که اول نمره شدم کپ گرفتم. بسیار خوب. بله دوستا قسمی که میبینین این طفلک های با استعداد خیلی کپای زیاد همه قسم تقدیر نامای زیاد گرفتم و اگر من تمامشون براتان نشان بدم که خیلی هم زیاد است و وقت هم زیاد میگیره. قسمی که در پلی من بعضی از تقدیر نامه ها هستن که اینا از هر جایی فکر کنم گرفتن از کورس از مکتب بسیار مقبول و یک رسامی بسیار قشنگ و زیبا اینجاست پیش من که من میخوایم به شما نشان بدم که خرگوشک از فکر کنم کی رسامی کرده ایره؟ خودت رسامی کردی؟ خب میشه که روش صحبت کنی که چی وقت رسامی کردی و چرا؟ به خاطر که من به رسامی علاقه دارم از معلومه تشخیص کردم که من به کدام مضمون علاقه دارم. بسیار خوب. باز تشخیص کردم. آها ماشاءالله مام خدا. و ایره کی رسامی کرده؟ خدا. خدا متون رسامی کردی؟ خدا. ایرم خودت رسامی کردی؟ خب ای چی است؟ ای طبیعت است. طبیعت است و فکر کنم یک شکل است که شکل توپ داره باز داخلش طبیعت رسامی کردی؟ از کدام رنگ استفاده کردی؟ کدام رنگ است؟ رنگ آبی، سبز، دیگر جیگری، سرخ، امروز زرد و سبز. بسیار مقبول، بسیار مقبول. دوستان قسمی که گفتم واقعا که دستاوردهای خیلی زیادی دارن، شاگردهای خیلی لایق هستن. فکر میکنم که خودت خطاطی های زیادی را با خودت آوردی. میشه بگی که چه وقت میشه خطاطی خواندی؟ در کجا خواندی؟ در پیش استاد آریان اصیل خواندیم. بسیار خوب ماشاءالله. مدت 6 ماه. بسیار خوب. چی نوشتی؟ متن چی است؟ متنم از ملک شهرآست و دیگر چیزها. آها، کدام شعر داری بر ما؟ بله میخوام بس بخون. از مخفی بدخشی. ای قاصر از ادای صفاتت زبان ما کی خور صنایع تو باشد. ما کی به ذات خویش چو تصویر میرسیم تا از تو آشکار نگردد پنهان ما. از حرص دانه در قفس هستیم ور نبود در اوج حفت چرخ بلند آشیان ما. بسیار زیاد تشکر خیلی مقبول. در بین شما کسی هست که بلوچی یاد داشته باشه؟ آفرین. پس به بلوچی خود معرفی کن به ما. سلام من مرتضی نپسینم احمد وید. سلام من مرتضی نپسینم احمد وید. تخلص حبیبین من شه افغانستانم. من یک دانک براسوک دارین و یک دانک گاروک دارین. من مکتب طلوع دانش دارم. بسیار خوب. خب خودت چی داشتی فکر کنم؟ آها. بله. خب بخون. ما با شرگز بارو دوش دیگران چه مفاد از بجز از زیان. گر تو باشی به دیگران مهنت نیست در تو هیچ سیقلی. بسیار مقبول تشکر. و شما کدام شعر ترانه چیز دارید؟ یک ترانه بخون. بسم الله الرحمن الرحیم. مادر جانم میگه بفرما نخود پلاو هم شوربا. مادر جانم همیشه غذایش خوشمزه میشه. آفرین. خوب میخوریم سیر شویم بزرگ تا که پیر شویم. پدرم میگه نوش جان خسته نشی پدر جان. آها بسیار مقبول. و خودت قندولک؟ توفی چی هست به برنامه؟ کنم توفی دگام داری یا نه؟ داری ترانه؟ بخوان ترانه دار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم. من یسرا قادری هستم. ولدم بنت شفیالا. خب هستم فعال مکتب خصوصی طلوع دانش و ترانه لمبردو. من یسرا قادری که این ترانه رو به نظر گرفتم. خب به شما تقدیم میکنم.
کلا و پوش منازم روانش سوی مکتب سلام بته به استاس احترام کمالما گوش کو به درسانشان یاد قصه خناشان بکو کار خانهی تا اول مره شویم بعد از او میشینیم صنف مره میپینیم. تشکر از دارتون. تشکر از خودتان بسیار مقبول. تشکر از همتان که آمدین و با دستاوردهای خیلی زیاد همیشه موفق و کامیاب باشین. دوستای عزیز خیلی زیاد سپاسگزار هستم از شما که تا ایدم برنامه با ما بودین و با ما همکاری کردین، برنامه را تماشا کردین و این بود بخش اخیر برنامه خودم که تقدیم شما دوستای عزیز کردم. تا برنامه بعد که بازم ما عرض و کاکر در خدمت شما حضور میگیرم، شما را به خداوند یکتا و بی‌نیاز می سپارم. شاد و موفق باشین. الله مددگارتان باد.